همزمان با سفر نائب امام جماعت مسجد الحرام به پاکستان دادگاهی در پاکستان حکم آزادی یکی از سران گروه تروریستی سپاه صحابه را صادر کرد در پی سفر جنجال برانگیز صالح بن ابراهیم نائب امام جماعت مسجد الحرام به پاکستان که به منظور شرکت در سالگرد تأسیس یک حزب افراطی موسوم به جمعیت علمای اسلام صورت گرفته دادگاهی در پاکستان در اقدامی تعمل برانگیز دستور آزادی یکی از سنی های تندروی سرشناس و از سران گروه روسی سپاه صحابه را صادر کرد. این در حالی است که شهادت حداقل چهار شیعه به صورت مستقیم به دست این سنی تندرو برای دادگاه به طور قطع اثبات شده است. کارشناسان پاکستانی پیش از این گفته بودند که سفر نائب امام جماعت کعبه و وزیر امور مذهبی عربستان سعودی به پاکستان و حضور آنها در این کشور سبب تقویت گروه های تروریستی خواهد شد. کارشناسان بر این باورند که عربستان سعودی در قالب این حضور مبالغی هنگفت نیز به گروه تروریستی و سنیهای های رو پرداخت خواهد کرد تا فعالیت های تایف گرانه خود علیه شیعیان پاکستان و نیز اقدامات تروریستی خود را افزایش دهند. لازم به یادآوری است حزب افراطی جمعیت علمای اسلام سالگرد تأسیس خود را جشن گرفته و صالح بن ابراهیم نائب امام جماعت مسجد الحرام هم گفته که برای شرکت در این سالگرد به پاکستان سفر کرده است این سفر در حالی صورت گرفته که چندی قبل مسئولان این حزب افرادگرا از سران سنی های تندروی تحریک طالبان پاکستان درخواست کرده بودند که به آنان ملحق شوند